رسانه های حکومتی مناظره جلیلی و پزشکیان را خسته کننده و بی تاثیر توصیف کردند. این در حالی است که پتک کوبنده تحریم در روز هشت تیر سحنگرداران سیرک انتخاباتی را به شدت سرخورده کرده است. فرهیختگان متعلق به ولایتی مشاور خامنه ای نوشت انتظارها برای دیدن یک مناظره راهگشا برآورده نشد. شب اول مناظره دور دوم فرق آنچنان با مناظره های خسته کننده دور اول نداشت و دو طرف قصدی برای سراحت کلام و ورود به موضوعات حساس نداشتند این منبع حکومتی افسود حتی ارجاع هر دو کاندیدا به برخی و های انتخاباتی روزهای گذشته هم موجب داغ شدن فضای مناظره نشد جلیلی با دور شدن از پاسخهای سری وقت زیادی گرفت کاری که پزشکیان کرد رأیسازی زیادی نداشت چون در گفتار از چارچوب های سیاست کلی نظام بیرون نیامد ولی شاید بخشی از بدنه رأی دور اول را از دست بدهد درباره پوشالی بودن نمایش های انتخاباتی در ایران حسن دهباشی از مهره ریزشی رژیم گفت ظریف گفته نقش وزیر خارجه در تصمیمات سیاست خارجی صفر است و خاتمی گفته رئیس جمهور تدارکات چیست؟ گشت ارشاد که در اختیار فراجا و خارج از کنترل دولت است. اقتصاد هم که 75 درصد در اختیار بنیاد هاست. پس بد و بدتر با هم چه فرقی دارند؟ در پی تحریم قاطع شعبده انتخابات حکومت آخوندی برای کشاندن نیروهایش به پای صندوقها حوزه ها و مجلس را تعطیل و آخوندها و اعضای مجلس ارتجا را روانه بازارگرمی انتخاباتی کرده است در این رابطه رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس ارتجا از تعطیلی سه هفته ای مجلس خبر داد آخوند فاضل میبودی نیز گفت اعزام طلبه ها در حمایت از جلیلی در نتیجه جلسه مدیریت حوزه در جمعکران بوده است